آشنایی با سوره فلق و فضیلت آن. سوره ای که پیامبر را شفا داد. نامگذاری این سوره به نام فلق به معنای صبح و سپیددم از آیه اول آن گرفته شده است. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله دستور می‌دهد از هر شری به خدا پناه ببرد، مخصوصاً از شر تاریکی شب، زنان افسونگر و شر حسودان. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. سوره فلق و فضائل آن. سوره فلق جزء سوره های چهار قل است. نامگذاری این سوره به نام فلق به معنای صبح و سپیددم از آیه اول آن گرفته شده است. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله دستور می‌دهد از هر شری به خدا پناه ببرد، مخصوصا از شر تاریکی شب، زنان افسونگر و شر حسودان. برخی از مفسران اهل سنت میگویند این سوره هنگامی نازل شد که مردی یهودی پیامبر صلی الله را سحر کرد و پیامبر به سبب آن بیمار شد. پس از آمدن جبرائیل و نزول سوره فلق و ناس، آیاتی از آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوانده شد و او از بستر بیماری برخاست. برخی از عالمان شیعه به این سخن اشکال کردند و گفتند سحر و جادو بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اثر نمی کند. سوره فلق و ناس را مؤذتین می گویند، چرا که برای تعویض خوانده می شود. در فضیلت تلاوت سوره فلق نقل شده هر کس دو سوره ناس و فلق را بخواند، مانند آن است که همه کتاب های پیامبران الهی را قرائت کرده است. همچنین نقل شده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو سوره فلق و ناس را محبوب ترین سوره ها نزد خداوند می دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. قل اعوذ برب الفلق. بگو پناه می برم به پروردگار سپیددم. من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده، و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی چون فرا گیرد، و من شر نفاثات فی العقد، و از شر دمندگان افسون در گره ها، و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسود آنگاه که حسد ورزد. شأن نزول سوره فلق. درباره شأن نزول این سوره روایاتی در منابع اهل سنت نقل شده است که عالمان شیعه آن را نپذیرفتند. در کتاب دارالمنصور از کتابهای تفسیری اهل سنت آمده است مرد یهودی پیامبر صلی الله را سحر کرد، جبرئیل نزد پیامبر آمد و مؤذتین را، یعنی سوره فلق و ناس را آورد و گفت مرد یهودی تو را سحر کرده و سحر او در فلان چاه است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را فرستاد تا سحر را بیاورد. سپس دستور داد گره های آن را باز کند و برای هر گره یک آیه از مؤذتین را بخواند. چون گره ها باز و این دو سوره تمام شد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلامتی خود را باز یافت. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد دلیلی وجود ندارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر جسمی در برابر سحر و جادو مقاوم باشد و جادو نتواند در بدن او مریضی ایجاد کند.
بلکه آیات قرآن بر این دلالت دارند که دل و جان و عقل و اندیشه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سحر و نفوذ شیاطین در امان است. آثار و برکات سوره فلق. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است هر کس دو سوره ناس و فلق را بخواند مانند آن است که همه کتاب‌های پیامبران الهی را قرائت کرده است. از امام باقر علیه السلام نیز درباره قرائت این دو سوره نقل شده است هر کسی در نماز شب خود در نماز وتر سوره های معزتین یعنی ناس و فلق و اخلاص را بخواند به او خطاب شود که ای بنده خدا مژده باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را قبول کرد. همچنین نقل شده است پیامبر صلی الله دو سوره فلق و ناس را محبوب ترین سوره های نزد خدا می دانست. در نقل دیگری از پیامبر صلی الله آمده است هر کس سوره های توحید، ناس و فلق را هر شب 10 مرتبه بخواند مانند این است که تمام قرآن را قرائت کرده و از گناهانش خارج می شود، مانند روزی که از مادر متولد می شود و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است. در مورد خواص سوره فلق نقل شده است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خواندن معزتین امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام را تعویض می کرده است. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.